خوبی دیگه. خب بریم سراغ regular expression. خب حالا ما یه وبسایتی داریم به نام 101. من میام تمام متن این رو کپی میکنم، میام اینجا کنترل وی رو میزنم. فرض کن میخوام مقدار واز رو پیدا کنم، مینویسیمش. واز رو پیدا کرد، داره میگه جی مودیفایرش گلوبال آن مچ، میگه سرتاش رو مشخص نکردی ولی میگه دنبال مقدار به نام واز میگردی که اینجاست. این جی ام در واقع جی میشه گلوبال مالتی لاین، این اینسنسیتیوش رو فعال کنید. خب این گلوبال یعنی هر چی واز هستش، یعنی الان مثلا من این انتهای واز دیگه بنویسم ببینید واز رو پیدا کنم. این به خاطر من جی رو میزدم، یعنی دنبال جی میگشتم دید جی داشتم نسبت به اینجا در واقع هم گلوبال داشت به این قسم. الان نگاه کن یه واز نوشتی، اومد هر چی واز توی صفحه اصلیش پیدا کرد. چرا؟ چون شما گفتی خواستی ترکیبش به این شکل باشه. خب حالا مثلا matches match مثلا match اشتباه نمیشتن چه شما بگیم match میزنن، نگاه کن دو تا match پیدا کرد، خودش هم اینجا داره میشه میگه آقا من اومدم مچ رو اینجا گشتم پیدا کردم، داره میگه آقا کاراکتر 71 تا 76 و 90 تا 99 رو قشنگ دقیق، یعنی قشنگ داره برای در میاره باید میگه که چه اتفاقی داره میفته. یا مثلا مای کیس استیبش هم برداشت هم میگه، اگه خب این امش بزرگ، اگه اینجا استیبش رو نمیداشت هم مای انتخاب بکنه پس به این سو. یا لیست یا دیتیلز، حالا برمه دیتیلز رو زدم یا برام دو تا پیدا میکنه، یه دونش کوچیکی یه دونش بزرگ، میبینی؟ پس در واقع ما تونستیم بیایم اینجا یه همچین چیزی داریم استفاده بکنیم و بر اساس دیتاهایی که میخوام دارم سرچ میکنم اینجا بررسی کرد. نکته بسیار مهم، شما میتوانید مثلا واز رو نوشتید این ای وسطش رو بذارید دات. دات یعنی چی؟ دات در regular expression اینجا اگه بیاید بخونید نوشته dot match any character. باز اینجا اگر من بیام اینجا این دقیق‌تر میگه، این باز که می‌نویسید این اگر یه dot بذارید اینجا dot میگه یه character dot یا dot match any character expect the line breaks. یا اینجا داره میگه match character char در واقع کد 15 هم هستش که sensitive به اساس کوچیک بزرگ هم هستش. آقا یعنی چی؟ یعنی که اینجا شما dot می‌ذارید دنبال هر نوع عنصری می‌گردد، مثلا VDS این دیه دیگه درسته؟ W2H درسته؟ W2H رو میتونه قرار بده یا نه؟ میخوام این نکته بشه WHH چرا پیدا نمیکنه پس؟ WHH چرا وی دی اس رو پیدا کنم ولی مثلا من اینجا داشت هرش نیستم چی؟ آفرین مثلا الان دابلیو اس اینجا بذار خواه پیدا میکنم. ببین تو فرمتی که شما دارید میذارید مثلا دابلیو آر اس حتی یه دونه اضافه کرد، حالا دابلیو آر 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 اس قبول میکنه؟ نه، فقط یک کارکتر دات که میزنی یک کارکتر. اوکی عدد، نکته بسیار مهم، دات عدد نیست، یعنی شما اگه جزء W3S قبول میکنه یا هست یا نیست. میخوام ببینم که هست یا نیستش رو. خب هست، یعنی جزء W کارکتر ویژه S W underline S W-S به این نکته برسیم. آقا Modifier Case Incentive بذاریم دقیقا اینجا نمیشه Match Any Character Expect و اینجا داره میگه که این مقداری که هستش، حالا این دات که اینجا گذاشته دات S ببینید S کارکتر مشخصا خود S W مشخصا خود در واقع S دات Any Match Character، یعنی شما میتونید هر نوع کارکتری رو اینجا قرار بدی. پس دات میتونه برای من بازه ای داشته باشه، نمیدونم بازش اینجا نمیشه
آره ایتوی در واقع هر چیزی رو قبل کنم فکر کنم الان باید نمیشه قبل کنم حالا دات رو باز اینجا دقیق تر میشه جلو همون چیزی علامت رو نه نه اینا اینجا دقیق نوشته اینا اوکی الان هم من رو اساسی این سلام رو اساسی فکر کنم الان نمیشه و پس هر نوع مقداری رو شما میتونید توی اینجا وقتی این فرمت رو دارید بیزارید قرار بدید. پس اگر دات دیدید یک جا میتونید عملا بیاید داستان رو به این صورت قرار بدید که میتونه یه سه کارکتری باشه که اون وسطش میتونه هر نوع اسمی باشه. اینجوری یعنی چی؟ یعنی اینجا مثلا تو بذار WRR بدونم W22 W5 مثلا G هر چیزی میتونه باشه مثلا W_W_W_ اوکی هر نوع فرمتی توی این مایه پیدا سوال همونی اوکی حالا مثلا فرض کن اینجا من میخوام دنبال مقداری بگردم به نام میام اینجا میگیستم تور اچ آر تور 98 سال جیمیل دات کام این کاما رو میخوام بگیرم چجوری بگیرم یا مشخصا میگیستیم کام که اونجا ست کام پیدا کرد و میخواید بعدش یه دات داشته باشید این داتا رو میزنید بعدش یه دات داشته باشید این داتا رو میزنید خب این که الان چند تا اتفاق اینو الان مثلا داتا رو بزن این الان یه دونه این دو تا یه دونه دیگه هم داریم کام اینجا اینجا رو هم پیدا کرد خب حالا ما داتا انتهاشو نذاریم اینم من بردارم اینم بردارم الان باز عملا چند تا داره سه تا این مقدار باشیم نیو لاین رو هم حالا به این صورت داشته باشیم اینجا عملا این نیو لاین رو هم اومده این مقدار هم من مقام این داتی که اینجا گذاشتید شما عملا یعنی چی هر چیزی یعنی حتی نیو لاین رو هم چی در نظر گرفته؟ کارکتر در نظر گرفته اگر میخواید خود فقط میخواید خود مشخصا دات باشه باید چیکار کنید بنظر؟ بکسلاش الان بکسلاش بذارید یعنی خود دات یعنی دات کام دات کامی که اینجا نوشته خب اگر میخوای در واقع دات میذاری یعنی عملا اینی کارکتر ولی اگر میخوای خود دات باشه مقدار بکسلش خب بکسلش برای ما کاربرد داره مثلا شما اینجا میخوای بذاری کام میخوای خود کلمه در واقع پلاس باشه پلاس رو میذاری اینجا خب میخوای بگی نه مشخصا خود پلاس بکسلش پلاس اگه بذارم زیر پلاس ببینید خب مشخصا ها یعنی میخوام مشخصا انتخاب بکنی بیست خب حالا من برش بیدم پس اگر شما بخواید مقدار دات رو داشته باشید دات پس میتونه اولا هر نوع کارکتری باشه ولی خود دات رو میخواد داشته باشید گزینه بک اسلش که اینجا گذاشتیم حالا اینجا من نوشتم مثلا مود رو حالا این چیز سخت نیستی مثلا مودش کنی لیست اوکی لیست رو میخوام برداریم میرم اینجا برمیگردم میگم L دو نقطه T دو تا لیست پیدا کردیم یه دونه 438 شده 407 درسته؟ کاملا مشخص میخوام پشتش بک اسلش بشه چیز پشتش چی بهش میگم؟ اپرسان الان هیچ کدوم پیدا نکرد حالا آمده می نوشت چی میشه همه این؟ حالا دارم اینو دنبال کی بگم؟ دارم میگم دنبال این مقداری بگم که پشتش امبرساین باشه الان پیدا کرد خب این پشتش ستاره بود خب پس این اول ستاره رو بذارم خب الان اولا من اینجا ستاره بذارم میگه معنی نداره نمیخوا پترن ارور حتما ما چی بذاریم؟ به این صورت الان اومدم گفتم آقا مقداری که شما داریم به این صورت هستش
این پشتش استاریه که وجود داره. گفتم آقا لیست رو بیا بر اساس این مقدار پیدا کن. استار نبود، بابا یه چیز دیگه هست. دایره توریه یه چیزیه، نمیدونم حالا مهم نیست. چیزی که خودش انداخته. الان ما اسلش انداختیم، درسته؟ فقط اینو پیدا کن. یه 433 تا 438، یعنی من این استاره میخواستم پشتش بشه. دو تا نقطه داره پس میتونه هر مقداری باشه. الان من میتونم میام اینجا بذارم ال تی تی تی، اینا پیدا میکنه دیگه. الان ال کاکا تی، ال بی بی تی، ال او او تی، لوت. حالا پس نها که هرچی بر مبنای این ما بذاریم میاد پیدا میکنه. چرا؟ چون این بک سلشه در واقع مادم گفتم آقا فقط خود کارکتر استار و ال دو تا نقطه، یعنی هر کارکتری و به این صورت. حالا اگه بیام اینجا بنویسم مثلا ال آندل آندل لاین سلکتی، این هم میاد پیدا میکنه. اوکی؟ آره چک میکنم. چکش میکنم. حالا میخوای بریم بیشتر در حدش کنم. اینجا میگه اگه میخواید مثلا آره مثلا میخواید یه کارکتری، مثلا من اینجا میخوام تورج رو بگیرم. خب میخوام تورج رو بگیرم، میرسم تورج رو کاملا واضح رفت پیدا کرد. حالا فرض کنید پشت تورج یه مقدار داره به نام بعد تورج یه مقدار داره به نام اسلش. خب میخوام اسلش رو هم بگیرم. این اسلش رو بزنید الان به این پترن رو ارور میده. اگر میخواید قرارش بدید مثل این چیکار باید بکنید؟ بک اسلش. مگه نبود مثلا استار رو میخواستید اینجا پیدا کنید مثلا برای تورج؟ استار تو پترن معنا داره، خراب میکنه. حتما باید پشتش چی بذارید؟ بک اسلش. برای استار چه میدونم پلاس دات اینا باید حتما مقدار اسلش رو بزنید. یعنی اگر میخواید دنبال اسلش بگردید، اسلش خودش معنا داره و خراب میکنه داستان. شما حتما باید پشتش رو بک اسلش بذارید که بفهمونید به ایشون میخواید دنبال همچین چیزی هستید که یه در واقع استار تورج بک در واقع بک اسلش، یعنی همچین چیزی رو من دنبالش میگردم. اگه کپی کنم بذارم اینجا، بذارم تو رگولار اکسپرشن اینجا، خودش داره میگه، میگه این بک اسلش گرفته داره در واقع مچ میکنه با کارکتر به نام استار. اینجا چی؟ کارکتر به نام اسلش، یعنی این معنی اسلش رو میده، ایشون معنی استار رو میده. تی یو آر جی هم که میره دقیقاً این کار رو انجام میده. سوال در مورد این قسمت که اینجا من گذاشتمش، راحت میتونید ببینیدش. میخوام بریم سراغ مبحث بعدی. قبل از اینکه این کارو بکنم سریع این مبحثی که اینجا گذاشتیم دقیقا خودتون مثلا یه ایمیل بنویسید، یه استار بذارید، یه دات بذارید، یه اسلش بذارید، دقیقا یه مقدارش رو بگیرید به وسیله همین رگولار اکسپرشن. یه سنه سریع